سلامم به گرمای دستت ای دوست، دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را یک جا به نامت کنم. دوستان، یاران و همراهان همیشگی شبکه ایرانیان لیورپول، درود فراوان بر وجود پرمهرتان. منم سلام میکنم به همه همراهان همیشگی شبکه ایرانیان لیورپول. یک سبد مهر رو با چاشنی لبخند و با صدای بلند عشق تقدیمتون میکنم. با اخبار و تازه های این هفته در خدمتتون هستیم. هیچ جا نرید و تا پایان با ما باشید که هم خبر خوب داریم، هم جنجالی، هم مهم. خبرها را آغاز میکنیم با اعلام برندگان سه رشته مسابقات عکاسی، داستان کوتاه، شعر و دلنوشته. بالاخره انتظارها به پایان رسید و هیئت داوران بعد از یک هفته شور گروهی بهترین های هر رشته را اعلام کرد. در رشته عکاسی که داوران آن در بخش مقدماتی حمید موسوی، دکتر محمد کاظم شیران و دیوید بودند. خود مردم سه نفر اول رو در داوری مردمی و کامنت زیر پست انتخاب کردند. آقای مهدی بوشاهی از لیورپول رتبه اول، خانم مریم بازمنش از لیورپول رتبه دوم و آقای سم از لندن رتبه سوم مسابقه عکاسی هستند که بهشون تبریک میگیم. هنرمندان برتر در رشته شعر و دلنوشته، خانم شکوفه اصفهانیاری مقام اول، آقای هیراد یوسفی مقام دوم و دکتر علیرضا مظفری به مقام سوم رسیدن که بهشون تبریک میگیم. داوران این رشته از مسابقات دکتر بهرنگ امان، خانم فیروزه فوزونی و جناب کاوه جلالی بودند که ازشون سپاسگزاریم. در رشته داستان نویسی، خورشید سماواتی رتبه اول، نسترن شهبازیان رتبه دوم، پریا رضایی رتبه سوم که بهشون تبریک میگیم و البته سپاس از دکتر بهرنگ امان از لندن، دکتر سینا ابراهیمی جوانی از کالیفرنیا و خانم محبوب گرانقدر از تهران که داوران بخش داستان کوتاه دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری ایرانیان لیورپول بودند. در ماه آینده جوایز و لوح تقدیر این عزیزان بهشون اهدا خواهد شد و قصد داریم اگر کرونا بذاره جوایز هنرمندانی که در انگلستان هستن رو طی مراسمی و به صورت حضوری بهشون تقدیم کنیم و جوایز برندگان از ایران هم از همونجا براشون ارسال میشه. اما وضعیت پناهجویان در کمپ فولکستون در مرز جنوب انگلیس اصلا خوب نیست. در هفته گذشته دو ایرانی و دو سیاه‌پوست به کرونا مبتلا شده و به بیمارستان منتقل شدند. کل کمپ الان دو هفته هستش که کاملا قرنطینه شده و متاسفانه پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت نمیشه. ایرانیان نودوست در هفته‌های گذشته چند بار وسایل بهداشتی و غذای گرم و لباس برای این عزیزان بردن. چند روز پیش هم حدود 30 نفر ایرانی و برخی از مردم شهر کوچک فولکستور برای حمایت از همسایگان ایرانی خود جلوی درب کمپ ساعت‌ها تجمع اعتراضی داشتند. اداره مهاجرت و وزیر کشور بریتانیا در حال بررسی لوایح جدید جهت پناهجویان است و انتظار می‌رود قوانین سختگیرانه‌تری برای پناهجویان جدید وضع شود. با خروج کامل انگلستان از اتحادیه اروپا، این کشور عملاً از قانون دوم دابلین نیز خارج خواهد شد و قرارداد دابلین بعد از برگزیت نهایی دیگر قابل اجرا در انگلستان نخواهد بود. این میتواند بدان معنی باشد که اگر پناهجو در کشوری از اتحادیه اروپا اثر پناهندگی و یا حتی ردی دارد، به راحتی میتواند در انگلستان اعلام پناهندگی کند و دیگر دابلین بی اثر است. به همین منظور دولت بریتانیا قصد دارد تا پایان امسال و همزمان با مرحله آخر برگزیت قانون مشابهی را جایگزین کند تا از ورود پناهجویانی که اثر پناهندگی یا ردی در کشور اروپایی داشتند جلوگیری کند. و هیئت دولت در حال آزمایش طرح‌های جدیدی است که انتقال پناهجویان به کمپ‌های دورافتاده و
و پادگان‌های نظامی یکی از این طرح‌هاست. متأسفانه هر چقدر هم تکراری، اما کرونا و آمار اون واقعا اسفناک و ناراحت کننده است. در ایران رکوردها هر روز جابجا میشه و ابتلا به این ویروس بیشتر و مرگ زیادتر میشه. در روزهای گذشته روزانه بیش از 4000 نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند. همه استانهای کشور در وضعیت هشدار قرمز هستند و بسیاری از بیمارستانها ظرفیت پذیرش بیمار را ندارند. آمار مبتلایان به کرونا در جهان به 41,281,842 نفر رسید. تعداد قربانیان نیز به 1,132,196 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته در ایران 304 نفر کشته و 5,471 نفر مبتلا شده است. بریتانیا نیز در 24 ساعت گذشته 189 قربانی و 21242 مبتلا داشته است. در جهان هنوز هم آمریکا و هند و برزیل بیشترین تعداد کشته را دارند. آمار نشان می‌دهند موج دوم و سوم کرونا از موج اول مهلک‌تر و کشنده‌تر است. میانگین سن قربانیان در موج دوم و سوم به مراتب پایین‌تر آمده. از روز جمعه 23 اکتبر کشور ولز در بریتانیا به مدت 2 هفته تعطیل خواهد شد. رئیس دولت محلی ولز گفته همه باید در خانه بمانند مگر کسانی که در مشاغل بسیار ضروری کار می‌کنند. اکثر کسب و کارها هم تعطیل می‌شوند. به گفته مارک درکفورد وزیر اول دولت محلی ولز، این تعطیلی 2 هفته‌ای برای کنترل آمار فزاینده ابتلا به کرونا ضروری است و تا 9 نوامبر ادامه خواهد داشت. از دیروز ایرلند و بخشی از شهر لندن هم در قرنطینه کامل رفته و شهرهای چون لیورپول و منچستر هم که در خطر ریسک بالا هستند و هر آن امکان اعلام قرنطینه کامل برایشان پیش بینی می شود. در روزهای گذشته شهردار و معاونین هر دو شهر جلسات متعددی با مسئولین کشور داشتند و شرط قرنطینه را بررسی کردند، اما هنوز به اعلام قطعی و رسمی نرسیده است. دوستان، همانطور که میدونید ما هر هفته جمعه ها میزبان پناهجوها و پناهنده ها هستیم. این هفته هم برای حدود 30 نفر از پناهجویانی که ماهای اخیر به لیورپول رسیدن لباس و شلوار نو تهیه کردیم که بهشون تقدیم میکنیم. از شما خیرین عزیزم خواهشمندیم که با توجه به فرارسیدن فصل سرما کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودتون رو به دست ما برسونید تا بتونیم هرچه زودتر کمک‌ها رو بهشون تقدیم کنیم. دوستان، همانطور که قبلا خدمتتون گفتیم کالج ایرانیان لیورپول در 3 روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 11 تا 4 عصر میزبان شما زبان آموزان عزیز می باشد. امروز می خواهیم یکی از موفق ترین نمایشگاه های اتومبیل بریتانیا رو بهتون معرفی کنیم. نمایشگاه اتومبیل حمید امسال با رکورد فروش بیش از 1000 اتومبیل، اون هم فقط به هموطنان فارسی زبان بریتانیا، سهم بزرگی در امر تجارت داشته و جالب است بدونین که همه اونها هم راضی بودن که این خودش کار بسیار بزرگیه. پایین ترین قیمت روز بازار، فاینانس عالی و خدمات پس از فروش در سراسر بریتانیا سه ویژگی برتر این نمایشگاه است و ما پیشنهاد میکنیم که خودروی دلخواهتون رو از نمایشگاه خودروی حمید خریداری نمایید. بازم میگم که لطفاً انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون رو از ما دریغ نکنید و با نظرات ارزشمندتون در هرچه بهتر شدن این برنامه به ما کمک کنید. بودن در کنار شما افتخاری است که همیشه به آن میبالیم. با امید در پیش بودن، سلامین و خدا نگهدار. تا درودی دیگر، بدرود.